سلام، من صمیمم و اینجا ایتالیان آکادمیه. امیدوارم حالتون خوب باشه و مدارکتون آماده و ترجمه شده، به خاطر اینکه آکادمی روم ما رو سورپرایز کرده و اعلام کرده که جزو اون معدود آکادمیایی هستش که امتحان ورودیشون به صورت آنلاین برگزار میشه و خب این خبر خیلی خوبیه و برای ماهایی که خب شرایطش رو نداریم حتما بریم آزمون حضوری بدیم توی روم خیلی برای ما خبر هیجان انگیزیه. قبلا آکادمی روم اعلام کرده بود که ممکنه که به صورت حضوری باشه و هممون رو به استرس انداخته بود، اما تو بندایی که منتشر کرده اعلام کرده که میتونه به صورت حضوری باشه. تو ادامه این ویدیو میخوایم دیگه با هم دیگه بندا رو بررسی بکنیم، همه به صورت همه رشته ها رو ذکر کرده که آزمون ورودیشون به چه صورته. میخوام که ریز به ریز، جز به جز، تا حد امکان همه رشته ها رو توضیح بدم که برای همتون مفید باشه. اما قبل از اون میخواستم ازتون خواهش کنم که مثل یک دوست، مثل یک رفیق از من و این چنل حمایت کنید. هر نوع حمایتی که میتونین، هم از لایک کردن، سابسکرایب کردن، کامنت گذاشتن، به دوستاتون معرفی کردن، هر نوع کمک و حمایتی باعث میشه که این چنل جون بگیره و به افراد بیشتری معرفی بشه و به هدف اصلیش که کمک کردن به هنرجوهایی هستش که میخوان اپلای خودشون رو انجام بدن نزدیک و نزدیکتر میشه. اگر هم به هر علتی حال نکردین که حمایت کنین کاملا متوجه میشم. برمیگردیم به ادامه ویدیو. خب اینجا همونطور که میبینیم این بندوش هست. بندو رو من توی چنل تلگرام براتون قرار میدم، توی خود سایت آکادمی هم میتونین پیداش بکنین. از اینجا که شروع بکنم، از خط اول، خط اول های خونده نترسین، نوشته که امتحان های حضوری به صورت حضوری برگزار میشن، اما دانشجوهای ایتالیایی فوری سده، یعنی خارج از اون محدوده، و لی استودنتی استرانیری، یعنی دانشجوهای خارجی مثل ما و کسایی که قابلیتشون ندارن، امکانشون ندارن، میتونن به صورت آنلاین برگزار بشه. مهلتی که بهمون دادن ساعت 1 روز 11 سپتامبر هستش. باید درخواست خودتون رو تا اون تاریخ حتما به این آدرس ایمیل بفرستید. یه ایمیل میفرستین و بگین که آقا من فلانی هستم، یه رزومه کوچیک از خودتون میدین، میخوام که تو این رشته شرکت بکنم و فلان. در ادامهش بیشتر توضیح میده که باید چه مدارکی رو هنگامش آپلود بکنید. خب در ادامه گفته که امتحانا به صورت آنلاین، اونایی که به صورت آنلاین هستن توی مایکروسافت تیم هستن. اطلاعات و لاگین ها و چیزایی که لازم داشته باشین از طریق ایمیل براتون فرستاده میشن. این از این. برای شرکت کردن توی مصاحبه ها، چون آزمون های ورودی بخشش مصاحبه هستش، برای شرکت کردن توی مصاحبه ها با یک کارت شناسایی معتبر داشته باشید همراه با عکس. حالا برای ما میتونه پاسپورت باشه. تمامی مواردی که از شما، داکیومنت هایی که از شما خواسته شده، شامل پورتفولیو، کوریکولوم، همون سی وی، انگیزه نامه، باید از طریق ایمیل فرستاده میشن و توی یک فایل پی دی اف. یعنی شما چند تا فایل پی دی اف ندارین، همه رو توی یک فایل به صورت یک جا تا تاریخ 11 براشون میفرستین. و در ادامه اشاره کرده که در انتهای، حالا انتهای همین بندو، آدرس های ایمیل ذکر شده. ادامهش واقعا چیز مهمی نیست. گفته شده که پریمو لیولو یا همون دوره لیسانس با مینیموم 25 دانشجو هر رشته برگزار میشه، ارشدها 20 تا، و اگه به حد نصاب نرسه بهتون اعلام میکنن که یک رشته دیگه رو انتخاب بکنید. این از این. اما قسمت مهم ماجرا این هستش که چه چیزایی رو، امتحانهای ورودی شامل چه چیزایی هستش. خب این از این. دپارتمانی که با هم دیگه بررسی میکنیم، دپارتمنتو دی آرت ویزیوی، آرت های هنرهای بصری میشه چیزش که هنرهای
بصری آره بهترین چیزه. خب نقاشی کورسو دی پریمو لیولو این پیتورا یعنی دوره لیسانس نقاشی. لزامه کنسیسترا اینو کلوکیو سو تمی آرتیسی ای موویمنتی لگاتی الارت مدرنا ای کنتمپورانه. یعنی چی؟ یعنی اون بخشی که قرار هستش که شما مصاحبه بکنید، مصاحبتون حول موضوعات آرتیست ها، جنبش های آرتیستی مربوط به هنر مدرن و هنر معاصر هستش. مشخص نکرده که هنر معاصر واقعا چیه، هنر مدرن منظورش چیه. اگه جزء بچه نقاشی هستین خب باید به این ایده کم اشراف داشته باشید که از چه موضوعاتی هستش. میتونین به کتاب تاریخ در گذر زمان هلن گاردنر یه نگاهی داشته باشین، به نظر من منبع کاملی حساب میشه. و در قسمت بعدی میگه که یک پورتفولیو از کارهاشون، از کارهای اخیرشون، مینیمو دیه چی، یعنی کمترین مقدار باید 10 تا کار از توی پورتفولیوی که ارائه میدین، به صورت مینیموم 10 تا کار از کارهایی که داشتید رو ارائه بدین. قسمت بعدی کورسو دی سکوندو لیولو این پیتورا. سکوندو لیولو هم دقیقا این پریمو لیولو هستش. میگه لزام کنسیستره اون کلوکیو سو تمی آرتیسی موویمنتی، یعنی در مورد آرتیست ها ازتون میپرسن، در مورد جنبش ها، در مورد سبک ها، و میتونه آرت مدرن باشه، میتونه هنر معاصر باشه، فرق نمی کنه. و در آخر هم باید توی همون جلسه که داریم پورتفولیوتون رو با 10 تا کار ارائه کنید. این از این. رشته دومی که اینجا داریم کورسو دی پریمو لیولو ان اسکولتورا یا همون مجسمه سازی هستش. پیشنیازها چیزایی که میخواد لزام کنسیستره این و کلوکیو ای ولوتاسیون دل پورتفولیو. همونطور که گفتیم یک مصاحبه با شما هست و همون پورتفولیوی که ارائه میدید. توی پورتفولیو تو اینجا اضافه کرده به انتخاب خودتون میتونین ایمجینی دی الابوراتی پلاس تیچی، تصویرهایی از آبجکت ها، نمیدونم چه جوری باید معنی کرد، طراحیات از مدل زنده یا مدل غیر زنده، عکس اگه گرفتید، ویدیو اگه از کارهاتون گرفتید در حین کار، ریفریمنت هاتون یعنی اون رفرنس هایی که کار رو از روشون انجام دادید، حالا چه آرتیست بوده، چه اثر بوده، تکنیک بوده، هر چی که بوده، باید اینا رو توی پورتفولیوتون ذکر بکنید. و خیلی بهتره که در حین توی پورتفولیوتون مراحلی که انجام دادین این کار رو، اسکچ هایی که از کار زدین، اگه فیلمی گرفتین، اگه از مراحلش عکس گرفتید، همه اینا رو داشته باشید و در مورد این تکنیک ها و منابع الهامی که داشتید بیشتر بخواید توضیح بدید. در ادامه از شما گفته که سیری کیه دین اولتره اونا لتر موتیواسیوناله، یعنی یک انگیزه نامه باید ارائه بدید. حالا تو یک ویدیو جدا حتما در مورد انگیزه نامه توضیح میدم. و در آخر هم که گفتن که پوترا پرزنتار این اجونتا لا پرزنتسیون این فرمت دیجیتال اونا کارتلا دی الابوراتی سو کارتا، یعنی شما میتونید به صورت دیجیتال، به صورت پی دی اف، یا به صورت اینکه واقعا اثرتون رو بیارین و جلوی وبکم نمایش بدین، هر دو صورت میشه انجامش داد. خب در مورد کورسی دی سکوندو لیولو، خب اسکولتورا توی ارشد شاخهای مختلفی داره، پوبلیچیتا ای امبینتاله، به صورت امبینتاله و محیطی میتونه باشه با نوع تکنولوژی، سه تا انگار شاخه براش وجود داره. این هم به همون صورت هستش که از شما با شما مصاحبه صورت میگیره و پورتفولیوتون رو برد ارائه بدین. توی پورتفولیو کارهاتون که نمایش میدین حتما این موارد رو رعایت بکنین و در کنار اون باید یک انگیزه نامه هم ارائه بدین. انگیزه نامتون ماکسیموم باید یک پیج باشه، بیشتر از یک پیج نباشه. اینو بعدا توی یک ویدیو دیگه حتما توضیح میدم که لتر موتیواسیونال چجوری هستش، انگیزه نامه درست و خوب چجوری هستش. این از این.
رشته بعدی کورس دی سکوند لیول و این گرافیکا ده آرته. گرافیکا ده آرته بچه ها ببینین، گرافیکا ده آرته من تو همه ویدیوها معمولا میگم گرافیکا ده آرته با گرافیک دیزاین خیلی فرق داره، همونطور که دیدین توی یک دپارتمان جدا از دیزاینی اینجا قرار داده شدن. اشتباه نکنید که فکر کنین که گرافیک دیزاین طراحی با مثلا ایلاستریتور فتوشاپ اینا هستش، نه، بیشتر تکنیک های چاپ دستی توش تدریس میشه، خیلی بیشتر از اینکه با دیزاین سر کار داشته باشه با نقاشی سر کار داره. و یکم انگار از همونطور که حالا جلوتر میخوام بهش اشاره بکنم یکم سخت‌تر از قبول شدنش، یکم سخت‌تر از انگار توی نقاشی هستش. خب شما چیزایی که ازتون میخوان یه مصاحبه هستش، یه پورتفولیو و یک انگیزه نامه. کارهایی که از شما میخوان این هستش که کاراتون اورجینال باشه، فوتوکپی نباشه، از جایی کپی نکرده باشید، کاراتون اورجینال باشه، یعنی به صورت واقعی داشته باشیدش، ازش عکس نگرفته باشید و به صورت دیجیتال به صورت پی دی اف ارسالش بکنید. یعنی وقتی که روبروی مصاحبه نشستین دارین صحبت میکنین، چیزی که دارین رو باید بردارین بذارین جلوی خودتون که ببیننش. اینو ازتون خواستن مگه اینکه در دمش گفته، مگه اینکه واقعا کاراتون خودش دیجیتال باشه که در اون صورت واقعا کارش نمیشه کرد و دیجیتال میگید. ولی اگه حالا داره ادامهش رو میگه که میتونه کنتینره، میتونه شامل طراحی ها، کارهای آب رنگ، هر نوع از طراحی و کاری باشه با تکنیک های مختلف و هر کاری که تا حالا انجام دادین تو این دسته قرار داشته باشه. خب این از این. خب در ادامهش گفته که ببینید اینجا من انگلیسیش هم نوشتم، drawings, watercolors or various kind، هر نوعی که با هر متریالی که انجام شده باشه. در ادامهش گفته شده که از بین کارهاتون حداقل سعی کنید که 3 تا از کارهاتون شامل دراینگ باشن، از مدل زنده یا مدل غیر زنده یا دست آزاد یا هر چیزی، 3 تا از کارهاتون، 3 تا از کارهایی که ارائه میدید اینجوری باشه خیلی بهتره. خب در ادامه برای کارشناسی ارشد گرافیکا دی آرته، شاخهای ایلاستراسیون ادیتوریا دی آرت تکنولوژیا دی متریالی کارتاچه، نمیدونم این کارتاچه متریالی کارتاچه چیه، ولی این هم دقیقا مثل همون هستش، سلکسیون دی پروپری لابوری، باید با کلوکیو دارید و پورتفولیوی با کارهای منتخبتون. خب دپارتمان بعدی دپارتمان دی پروژتاسیون آرتی اپلیکاته، این مربوط به قسمت های دیزاین میشه. اولین رشته که اینجا اعلام کرده کورس دی دیپلوما دی پریمو لیولو این آرتی مولتی مدیالی ای تکنولوژیکه، آرت های مولتی مدیا. چیزهایی که از ما خواسته یک مصاحبه هست و یک پورتفولیو. در ادامهش توضیح داده که اون کمیسیون، اون افرادی مصاحبه کننده ها در حینش توانایی های شما، تکنیک های شما، همه چیزای شما، دانشی که دارین توی این زمینه رو حتما میسنجن. متریال های شما، مواردی که کار کردین میتونه دیجیتالی مولتی مدیالی باشه که شامل ویدیو، انیمیسیون، نت آرت، ویرچوال ریالیتی، اپس، گیمز آرت و غیره و غیره باشه. در ادامهش توضیح داده که باید یک کاریکاتیو چجوری میگن، یک پلیلیستی مثلا توی یوتیوب اگه دارین یک پلیلیست جدایی برای اون درست بکنین و کاراتون رو اونجا آپلود بکنین و در نهایت لینکش رو در اون ایمیلی که میخواید ارسال بکنین، یا توی پی دی اف، هم توی پی دی اف هم توی ایمیل ارسال بکنین که خیالتون راحت باشه. برای این از قسمت پریمو لیولو یا همون کارشناسی. قسمت بعدی برای کارشناسی ارشد کمی فرق داره. برای کارشناسی ارشد از ما خواستن که پلی استودنتی
برای دانشجوهایی که از مؤسسه های دیگه ای فارغ التحصیل شده باشن به صورت مصاحبه هاشون به صورت چیز هستش، به صورت آزمون ورودیشون، ببخشید آزمون ورودیشون به صورت مصاحبه و پورتفولیو هستش. اگه کارشناسی رو پریمو لیولو رو تو همین دانشگاه خونده باشید، سکند لیولتون رو کارشناسی ارشد رو مستقیم میره. پس یه بار دیگه میگم، برای بچه هایی که کارشناسیشون رو برای قسمت لیسانس رو تو همین دانشگاه خونده باشن، توی همین رشته خونده باشن، میتونن مستقیما ارشدشون هم تو همین رشته ادامه بده. اما نه، اگه بچه های دیگه ای که دانشگاه های دیگه چیزای دیگه ای خونده باشن، باید امتحان ورودی بدن. امتحان ورودیشون هم همون شامل مصاحبه و پورتفولیو هستش. توی در حین مصاحبه حتما کیفیت کارهاتون، شناخت آرتیستیکیتون و توانایی هاتون و انگیزه هاتون، موتیواسیونیتون حتما بررسی میشه. مدارکی که ازتون میخوان همه باید توی یک فایل پی دی اف باشه، ایل کوریکولوم یک سی وی داشته باشه که توش مهارت هایی که دارید، تجربه های کاری که دارید و غیره رو توضیح بدید. و قسمت دومش مدرک لیسانستون و چرتیفیکاتتون رو میخوان همراه با اظهارنامه سستنوتی، همون رزومه نمراتتون میشه، درس هایی که گذروندید. و در قسمت بعدی لالتر موتیویسیوناله، یعنی همون انگیزه نامتون میخواد که توش توضیح بدین که چی شده که اومدید اینجا. و در آخر از همه هم پورتفولیو رو میخواد. پورتفولیو هم مثل همون قسمت کارشناسیه، شما کاری که کردین رو، حالا اگه به صورت مولتی مدیا حتما هستش، انیمیشن هست، فیلم هست، غیره و غیره هست، میتونین توی یوتیوب بذارین. در غیر این صورت فایلش میکنین، به صورت پی دی اف ارسال میکنید و لینکش رو هم براشون ارسال میکنید. در ادامهش توضیحات بیشتری داده، همونطور که گفته توی پلیلیست هایی که دارین حتما توضیح بدید که این برای چه کاری هست، دسته بندیش بکنید بهتره و به این صورت. و در ادامهش گفته که نحوه پذیرشش به سه صورته، شما یا پذیرش شدید یا پذیرش نشدید و در فاز سوم پذیرش با شک و تردیده، بهش میگن امیسیون کن دبیتو، با دبت پذیرش شدین. در این صورت خود اون کمیسیون براتون تصمیم میگیره که این کارو چجوری، به چه روندی هست. روندش هم اینجوری هستش که توی همون سال اول، سال اول تحصیلتون، 4 تا امتحان ازتون گرفته میشه، اونجا که اینجا اشاره شده. و در ادامهش اگه اوکی باشه میتونید ادامه بدید. در غیر صورت ننوشته در اگه اینجوری نشه چی میشه، ولی فقط اشاره کرده که تو سال اول 4 تا امتحان ازتون گرفته میشه که تا تواناییاتون مشخص بشه. اینجا توضیح داده که نلکازو دی امیسیون کن دبیتو پرویس اد ازمپی او پر لی استودنتی که دنوتانو اوتیمو کپاچیتا، یعنی یک کپاچیتا، یک ظرفیت خیلی خوبی از خودشون نشون دادن، ولی تکنیک ها ضعف داشتن. در این صورت سال اول رو بهتون مهلت میدن. این برای رشته مولتی مدیا. رشته دوم تئوری تکنیک دل آدیو ویزیو، خب آدیو ویزیو هستش، این کمی فرق میکنه. آزمون ورودیش لا پروا دی امیسیونه کنسیسته اون کلوکیو نی لینگوا ایتالیانا، با تو به زبان ایتالیایی هستش. قبلی ها رو اشاره نکرده بود به این قضیه، ولی خب خیلی عجیبه که به این گفته، احتمالاً بقیه‌شون هم ایتالیایی باشه، ولی اینجا حتما تاکید کرده که به زبان ایتالیایی هستش و با همون زبان باید پورتفولیو و کارهاتون و قابلیت هایی که داشتین رو نمایش بدین. در نهایش گفته در یک فایل پی دی اف، همه کاراتون باید توی یک فایل پی دی اف باشه. این داره هی تکرار میکنه، اگه یه 3 تا فایل پی دی اف بفرستید فکر کنم خیلی دیگه ناراحت بشن، فکر کنم بندوشون رو نخونده. مدارکی که ازتون خواستم، مدارک کوریکولوم سی وی هستش،
تو سی وی حالا شما بچه های کارشناسی هستین، خیلی ازتون انتظار ندارن، صرفا پر کورس و دی استودیتون رو ذکر کنین، اینکه استادی پر کورستون رو، اینکه چه مراحلی رو طی کردین، چی میگن تو دبیرستان چی خوندین، همین. و اگر هم تجربیات کاری دارین میتونین اضافهش بکنین. قسمت بعدی این میگه که اون تست دی لینگوا ایتالیانا، یعنی میگه که یک توی 10 خط به زبان ایتالیایی مثل همون موتیویشن لتر میمونه که باید توی اون توضیح بدین که چرا و چطور تصمیم گرفتین که اسم نویسی بکنید توی این رشته و توی این آکادمی توی ماکسیموم 10 خط. و در قسمت بعدی میگه که اون لینک دی کلگامنتو پوبلیکو، یعنی دی گوگل درایو، یه فایل توی گوگل درایو میسازین، لیمیت نمیذارید و هر کی بتونه دسترسی داشته باشه، کارهای آدیو ویزیویتونو که اونجا دارین قرار میدین و لینکشو براشون میفرستین. برای این برای پریمو لیولو بود. برای سکندو لیولو دقیقا همین جوری، همین مواردی هستش که بهتون گفتم. تنها چیزی که از شما میخواد یک کپی از چرتیفیکات و از مدرک لیسانستون هستش و همراه با ریزنمراتش. این از رشته آدیو ویزیو. خب رشته بعدی فوتوگرافی های ویدیو هستش، پریمو لیولو. اون اونیکو فایل توی یک فایل پی دی اف همه رو قرار میدید، یک کوریکولوم، یک سی وی ازتون خواسته که توش اسپریانزا و اسپریانز پروفسیونالیتون رو ارائه میدین، مهارت های حرفه ای که تا حالا داشتین، یک انگیزه نامه و همراه با پورتفولیوتون که توشون حتما اینجا حتما گفته شده که متریالی آدیو ویزیویتون حتما باید موجود باشه، یعنی اون پورتفولیوی که ارائه میدین، کارهایی که ارائه میدین باید حتما شامل فوتوگرافیا و ویدیو و متریالی باشه که شامل اینا هستش، در غیر این صورت بررسی نمیشه. شما یک مصاحبه دارید و در طول این مصاحبه انگیزه های شما و توانایی های شما توی این حوزه بررسی میشه و همچنین اینجا نوشته که بهتون توصیه میشه که یک پورتفولیوی بسازید که شامل همه شامل کارهای متنوعی باشه که انجام دادید، هم فوتوگرافی ها داشته باشه، هم ویدیو داشته باشه، هم متریالی مولتی مدیالی داشته باشه مثل ویدیو کلیپ و انیمیشنی و اینا. و طریقه ارائه دادنشون هم اینه که شما باید توی یوتیوب یا گوگل درایو با یک فولدر پابلیک اونو منتشر کنید و لینکشو توی پی دی اف همراه باهاش ارسال کنید. این از لیسانس فوتوگرافی های ویدئو. میریم سراغ رشته کارشناسی ارشد فوتوگرافی ها ادیتوریاله. اینجا هم از شما یک سی وی خواسته که توش مهارت هایی که داشتید، مهارت های حرفه ای که داشتید حتما ذکر بشه. برای بچه های ارشد خب واقعا لازمه که یک سی وی خیلی جامع و کامل تری داشته باشن. در ادامهش یک انگیزه نامه، مدرک لیسانستون همراه با ریزنمرات و اینا دکومنتیون دیجیتال که منظورش همون پورتفولیوتون هستش. این هم به همون صورت هستش که به همون صورت لیسانس هستش، توی کلوکیو یا همون مصاحبه ای که دارید توانایی شما، انگیزه های شما، همه شناخت شما تو این حوزه حتما بررسی میشه و در آخر هم مثل همونجا باید تو گوگل درایو یا یوتیوب کارها رو آپدیت بکنید. اینجا هم طریقه قبول شدن شما به 3 نوع هستش، یا قبول شدین یا قبول نشدین، که در حالت سوم با شرط و شروط قبول شدین که در سال اول باید خب خیلی کار بکنید، امتحاناتون رو پاس بکنید، اگه اساتید تاییدتون کردن میتونین ادامه بدین. این از رشته فوتوگرافیا. و خب یه ارشد دیگه هم اینجا ارائه شده، سینماتوگرافیا اسپتاکولو، سینما و
نمایش. همونطور که اینجا نوشته یک مصاحبه آنلاین دارید که توش همون شناختتون از تکنیک ها و انگیزه هاتون حتما بررسی میشه. در کنارش پورتفولیو باید ارائه بدین که شامل ویدیو، فوتوگرافی و کارهای بصری باشه و همچنین هم باید یک مدرک لیسانستون رو همراه با ریزونمراتتون حتما ارائه بدید. خب این از این. میریم سراغ رشته جذاب گرافیک دیزاین. گرافیک دیزاین خب این هم مثل همه بقیه رشته ها پریمو لیولوش یک مصاحبه ای داره. پورتفولیوی از بهترین کارهاتون رو بعد ارائه بدید و همراه با اون یک سی وی. همین رو بس، خیلی ساده، مختصر، مفید. برای سکندو لیولو، برای ارشد گرافیک دیزاین، یک مصاحبه خواهید داشت که توی اون پورتفولیوتون رو باید ارائه بدید. همشون باید توی یک فایل باشه، سی ویتون و مدرک لیسانستون و ریز نمراتش هم حتما باید زمینه بشه. بچه هایی که قبلا گرافیک دیزاین توی لیسانس خوندن میتونن مستقیما وارد ارشد بشن بدون امتحان ورودی. در غیر این صورت اگه از سالهای دیگه ای هستید، از ترینالهای های دیگه، اینجا نوشته از رشته های دیگه ای هستین، باید حتما 24 واحدی که اینجا ذکر شده رو گذرونده باشین تا بتونین وارد بشین. در غیر این صورت نمیتونین. این 24 واحد شامل ایناست: پروجتاسیون گرافیکا، دیزاین پر ادیتوریال، گرافیکا مولتیمدیال و گرافیک دیزاین. 24 واحد حتما باید توی لیسانستون از این موارد پاس کرده باشید، وگرنه خب حتی با امتحان ورودی هم نمیتونید بیاید. حتما باید اینطور باشه. این از این. میریم سراغ رشته بعدی، کلتور تکنولوژی دلا مودا پریمو لیولو لیسانس. شما یه مصاحبه ای دارید و توی اون هم شرایطتون بررسی میشه، پورتفولیو باید ارائه بدید و ازتون خواسته شده که حتما یک شناخت خوبی از زبان ایتالیایی داشته باشید. تو هنگام مصاحبتون این مورد حتما بررسی میشه. این از قسمت لیسانس کلتور تکنولوژی دلا مودا. میریم سراغ رشته ارشدش. ارشد اسم رشته هست کلتور تکنولوژی دلا مودا ایندیریتسو فشن دیزاین. خب این یک شاخه از کلتور و تکنولوژی هستش که به فشن دیزاین خیلی مربوطه. شما یک مصاحبه دارید، پورتفولیو، و با اینکه ارشد هستش، معمولا ارشد ها به زبان انگلیسی خیلی بر ارائه میشن، اما اینجا باید حتما یک شناخت خوبی از زبان ایتالیایی هم داشته باشید. ارشد ما توی یک شاخه دیگه از ارشد هم هست که کلتور و تکنولوژی دل مودا ایندیریتسو کاستوم پر لو اسپتاکولو، یعنی این کاستوم دیزاین هستش برای نمایش ها، برای تئاترها، همچین چیزایی. شرایطش هم دقیقا مثل همونه و فقط هم توی ارشد ارائه میشه. قسمت بعدی هم اون شاخه سوم هم ایندیریتسو دیزاین دل جویلو، یعنی طراحی کلتورایی که مربوط به چطور بگم جواهرات بیشتر هست، شاخه هستش که بیشتر توش جواهرات هستش. اینا هم حتما میتونین برین واحداشو بخونید ببینین که چقدر به دردتون میخوره و چه جوری هستش. این هم شرطش مثل همونه: مصاحبه، پورتفولیو، شناخت خوب زبان ایتالیایی. این از این. میریم سراغ رشته بعدی، دیزاین، قسمت لیسانس پریمو لیولو. شما همونطور که گفتم یه دونه مصاحبه دارید، توی یک فایل پی دی ای باید پورتفولیو و یک انگیزه نامتون ارائه بدید. کلن خیلی چیز پیچیده ای نداره، همین سه تا هستش. یک مصاحبه ای دارید که در حینش هم پورتفولیوتون رو ارائه میدین و یک انگیزه نامه ای که باید حد اکثر یک صفحه باشه. رشته بعدیمون شینوگرافیا هستش. شینوگرافیا یک
مصاحبه انگیزشی خواهید داشت همراه با ارائه کردن پورتفولیوتون و کارهای شخصی و غیر شخصی که داشتید. پورتفولیوتون همراه با ایمیل ارسال میشه و توی یک فایل PDF. این از این قسمت ارشد شینوگرافیا ایندریتسو تئاترو یا ایندریتسو مولتیمدیاله هستش، توی دو تا شاخه ارائه میشه. این هم مثل همون یک مصاحبه انگیزشی خواهید داشت، پورتفولیوتون و ایمیل رو در کنارش باید توی یک فایل همگی باشه. خب اینجا دپارتمان ما عوض میشه و وارد دپارتمانتو دی کومونیکاسیون دیداتیکا دل آرته میشیم، یعنی کومونیکیشن و تیچینگ، تیچینگ آرت هستیم. تیچینگ آرت چقد عجیب. خب اولین رشته که تو این دپارتمان ارائه میشه دیداتیکا کومونیکاسیون دل آرته هستش، تیچینگ آرت. اونا پروو و اسکریتا دارین، یک امتحان تستی دارین که توی دو ساعت برگزار میشه. آرگومنتش رو هم اصلا توضیح درست و حسابی نداده، خیلی گنگ هستش، میگه که در مورد مباحثی هستش که توی این حوزه هستش و خب خیلی واقعا توضیح درست و دقیقی نداده. حتما اگه متقاضی این رشته هستید ایمیل بزنید و بپرسین که امتحاناتتون چی هستش. توی همون روز هم ازتون یک مصاحبه گرفته میشه همراه با پورتفولیوتون. قسمت بعدی که داریم دیداتیکا کومونیکاسیون دل آرت مربوط به موزه ها و ایونت های مشابهش میشه و همچنین توی اینجا ما با یک مصاحبه داریم همراه با سی وی، پورتفولیو و مدارک لیسانسمون همراه با امتحاناتشون. این مربوط به رشته ارشد هستش، این شاخه ارشد ما هستش. یک شاخه ارشد دیگه ای هم هستش که خیلی جذابه، نوشته آرت پر لا تراپیا، آرت برای تراپی، خیلی جالب هستش برای نظر خودم. این هم یه دونه مصاحبه، سی وی، انگیزه نامه، مدرک لیسانس و ریز نمره و پورتفولیو هستش. خب اینطور که به نظر میاد نه، هنوز یه دپارتمان دیگه داریم. رشته بعدی که داریم کومونیکاسیون ای والوراسیون دل پاتریمونیو آرتیستیکو کنتمپورانئو، واقعا نمیدونم چیه، یه چیز عجیبیه، اما مربوط به هنرهای معاصر هستش. این هم یک امتحان تستی داره که توی دو ساعت برگزار میشه. آرگومنت ها و مباحثی که ازش امتحان گرفته میشه خیلی مشخص نیست، ایمیل بزنید اگه میخواین. توی همون روز هم بعد از امتحانتون یک مصاحبه داشت خواهید داشت و علاوه اون پورتفولیو روتون رو باید نمایش بدین که باید توی یک فایل بفرستید. برای ارشدش هم همین رشته عرضه میشه دقیقا با همین عنوان و همون مدارک و علاوه این که از شما یه دونه مدرک لیسانس با ریز نمرات رو میخوان. این تمامی رشته هایی بودش که آکادمی روم ارائه میده. در ادامهش آدرس ایمیل هایی اومده که شما باید مدارکتون رو بفرستین، حتما این فایل PDF رو دانلود کنین و خودتون هم مطالعهش کنین. علاوه بر اون یادتون نره که میتونین حتما بهشون ایمیل بزنین و سوالاتتون رو بپرسین. خب این از این تمامی رشته ها بود، امیدوارم که به دردتون خورده باشه و بعدا با یه بندهای دیگه شتون برمیگردم.